سلام من محسا سیفی هستم مدرس زبان شیرین ترکی استانبولی خیلی خیلی خوشحالم که توی این آموزش همراه شما هستم در حال حاضر روش های مختلفی برای یادگیری زبان هست که یکی از موثرترین ترین روش ها قرار دادن خودمون تو موقعیت های مختلف برای یادگیری مکالمه است شما در واقع در دو صورت میتونید از این آموزش بهره کافی رو ببرید. اول اینکه شما به زبان ترکی مسلط باشین. مثلا با قواعد، ساختار جمله آشنا هستین و یا دایر لغات زیادی رو میدونید. در این صورت قطعا این آموزش برای شما مفید خواهد بود. دوم اینکه شما به زبان ترکی استانبولی مسلط نیستین اما حافظه نسبتا قوی رو دارین که این جمله ها رو به خاطر بسپارید و تو موقعیت های مختلف ازش استفاده بکنید که برای هر دو حالت این آموزش کاربرد داره پس همین ابتدای ویدیو با همدیگه بریم هدف از مشاهده این آموزش رو بررسی بکنیم هدف چیه ما قرار چی یاد بگیریم اولین چیزی که ما توی این آموزش یاد میگیریم کنوشما هست به معنی مکالمه و صحبت بین افراد که ما خودمون رو در اون موقعیت قرار میدیم تا بتونیم سوال و جوابهای ممکن تو اون موقعیت رو با همدیگه کار بکنیم و یاد بگیریم. دومی کلمیلر به معنی کلمات یا همون لغات هستش که قبل از اون مکالمه ها و اون جمله ها یه سری دایره لغات مربوط به اون موقعیت رو با همدیگه مرور میکنیم. کلماتی که قطعا توی اون موقعیت یا میشنوید یا باید خودتون ازش استفاده بکنید برای مکالمتون با بقیه. سومی، گنل بیلگی به معنی اطلاعات عمومی هستش. گنل به معنی عمومی و بیلگی به معنی اطلاعات. تا جایی که بشه در خصوص یه سری موارد که جملات اون رو با هم میخونیم در موردشون توی کشورهای ترک زبان و روال اون قضیه توی ترکیه با هم صحبت میکنیم. و آخری دیل بیلگیسی به معنی گرامر خب درسته که تو این ویدیو قرار نیست ما با هم دیگه قواعد گرامری رو یاد بگیریم اما برای بعضی موارد میتونیم به فرمول اون جمله بندی اشاره کنیم که کنارش بتونید خودتون جمله های جدید یا بیشتری بسازین فصل اول بیرینجی بلوم اورنجی و یونیورسیته که میشه دانشجو و دانشگاه توی این فصل ما پنج تا زیرفصل یا پنج تا بخش رو با هم کار میکنیم بخش اول دانشگاه های مختلف یعنی مکالمه در مورد دانشگاه های مختلف رو با هم بررسی می کنیم. بخش دوم رشته های دانشگاه مختلف که مکالمه های مربوط رو با هم دیگه چک می کنیم. بخش سوم شهریه دانشگاه و بخش چهارم خوابگاه های دانشجویی و بخش آخر قسمت های مختلف دانشگاه که در مورد همش با هم دیگه صحبت می کنیم. الان در حال حاضر بریم برای بخش اول دانشگاه های مختلف. قرار بود قبل از مکالمه چی یاد بگیریم؟ قرار بود یه سری لغات مربوط به اون موقعیت رو با همدیگه چک کنیم یعنی دایره لغاتمون رو بیشتر کنیم. پس اوناملی دیملر و کلمیلر. اوناملی میشه مهم. دیملر به معنی عبارات و کلمیلر هم به معنی کلمات بود یا همون لغات. کلمه اولی که داریم یاد میگیریم از این بخش کلمه دولت یا دولت هستش به معنی دولتی دانشگاه های دولتی از این کلمه براش استفاده میشه دومی وقف به معنی وقف شده ازل به معنی خصوصی که برای دانشگاه های خصوصی از این کلمه استفاده میکنن گنل به معنی عمومی باشورو به معنی ثبت نام کلمه ای هستش که تو روال دانشگاه خیلی مشاهده میکنید و به معنی ثبت نام هستش کلمه بعدی گریش به معنی ورود بیلگی به معنی اطلاعات یابانجی اورنجی خود کلمه یابانجی به معنی خارجی هستش اورنجی هم که میدونی به معنی دانشجو هست پس دانشجوی خارجی یونیورسیته کنتنجان به چه معنی ظرفیت دانشگاه که حالا تو اسلایت های بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم یونیورسیته سناو یعنی چی یعنی آزمون دانشگاه آزمون های دانشگاهی رو بهش میگن یونیورسیت سنابه که اصولا برای آزمون های ورودی استفاده میشه بریم برای کنوشما و جمله هایی که خب قراره توی این بخش با هم دیگه یاد بگیریم به عنوان مکالمه یونیورسیت ایل ایلگلی دیالوگلار به معنی مکالمه در مورد دانشگاه اولین سوال ترکیه ده ناسل بیر یونیورسیت لروار ترکیه د یعنی چی؟ یعنی در ترکیه ناسل بیر اونیورسیته لروار خود اونیورسیته به معنی دانشگاه ها هستش ناسل اومده که سوالی کنه این جمله رو و بپرسه که چند نوع دانشگاه وجود داره در جواب میتونیم این رو بگیم که دولت، واکوف و ازل دولت دانشگاه های دولتی هست واکف به معنی دانشگاه هایی هستش که وقف شده هستند و اصولا شهریشون کمتر از دانشگاه های خصوصی هستش و سومی ازل به معنی دانشگاه خصوصی که طبیعتا شهریشون خیلی بالاتره سوال دوم یونیورسیت باش گریش ناسل یعنی چی؟ به این معنی هستش که شرط ورود و سبتنام دانشگاه به چه صورته؟ شارتلار جمع شده جمع همون شارت هستش که به معنی شرط هستش و گیریش به معنی ورود که تو اسلاید اول خوندیم با هم دیگه باش هم همینطور به معنی ثبت نام پس شرط های ورود و ثبت نام دانشگاه به چه صورت هست دوباره ناصل جمله ما رو سوالی کرده در جواب میتونیم بگیم شارت لار دیشیو بو ده دها دیتایلی بیلگیرر ایچین اوکول سیتسینی بدن شارت دیشیو یعنی چی شرط ها فرق میکنه و متغیره دیشیور به معنی اینکه عوض میشه تغییر میکنه متغیر هستش و این فعلی هستش که زمانش زمان حال استمراری هست به خاطر این پسوند آخری که اینجا قرار گرفته بویزدن یعنی چی بویزدن یعنی بنابراین این میتونیم چه کلمه های دیگه بگیم مثلا بون دله بو, بو سببله بونون چین اینا همش به معنی به این دلیل بنابراین این هستش ها دیتایلی بیلگلر ایچین یعنی چی وقتی ما ایچین داریم توی جملهمون همیشه از ایچین به قبل معنی میکنیم ایچین که به معنی برایه هست برای اطلاعات جزئی بیشتر دیتایلی که همون جزئیات هستش بیلگلر که همون اطلاعات بود ها اومده که صفت تر بده به جملمون اکول سیتسین تک بدن این یعنی چی سایت دانشگاه رو دنبال کنید اینجا چرا ما اوکول رو گفتیم دانشگاه؟ اوکول در اصل خود کلمش به معنی مدرسه هست. اما توی ترکیه به دانشگاه هم اکول گفته میشه یعنی دو تا کلمه اکول و اونیورسیته جفتش به معنی دانشگاهه و جالبه بدونید که بیشتر کلمه اکول رو استفاده میکنن برای اینکه بخوان مقطع تحصیل شما رو بپرسن و کلا شرط های ورود و ثبت نام توی دانشگاه های ترکیه اینطوریه که هر دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه حتی هر رشته با هر رشته دیگه فرق میکنه یعنی یه شرط ثابت نداره اما اصولا دولتی ها رقابتی تر خیلی و معمولا هم آزمون ورودی دارن توی این قسمت ترکیه ده رو که اینجا ما نوشتیم بیایم یه نکته گرامری رو با همدیگه سریع مرور کنیم این ده چی هستش ده پسوند در هست ما کلا چهار تا پسوند در داریم دا د تا ته از کجا بفهمیم که چه زمانی از دوده و چه زمانی از توت استفاده میشه بستگی داره به اینکه کلمه ما آخرین حرفش به این حروف ختم میشه یا نه اگر ختم شد از پسوندی که ت داره استفاده میکنیم اگر ختم نشد از پسوندی که د داره استفاده میکنیم مثل اینجا ترکیه آخرش چی داره ای داره جز این موارد هست خیر پس از د استفاده میشه یعنی پسوندی که د داره استفاده میشه حالا از کجا تشخیص دادیم که د اینجا بذاریم چرا دا نذاشتیم این بستگی داره به یک نکته دیگه مربوط به اینجا کالن حروف صدادار اینجا کالن نگاه میکنیم به کلممون اگر آخرین حرف صدادار ما جز این دسته باشه پس از پسوندی که ای داره استفاده میکنیم یعنی د اگر آخرین حرف صدادار ما ای نباشه یا جز این موارد باشه حتما از پسوندی استفاده می کنیم یکی از اینا رو داخلش داشته باشه یعنی دا استفاده می کنیم حالا بیای ترکیه ده رو یه بار دیگه با همدیگه مرور کنیم و ببینیم چرا اینطور شد آخرش ای داره پس جز این موارد نیست پس من از پسوند که ت داره استفاده نمی همه این تا حذف میشه حالا بین این دوتا کدوم انتخاب میکنم؟ آخرین حرف صدادارش چی هستش؟ ایه. پس ای کجاست اینجا هستش پس من از د استفاده میکنم برای اینکه بتونم بگم در ترکیه الان بخوام بگم ایران چی میگم در ایران ایران دا ایران آخرش ان داره ان جز اینا نیست پس پسوند هایی که ت دارن یعنی این تا حذف میشه بین اینا کدوم انتخاب میکنم ایران آخرین حرف صدادارش چیه آ داره پس از کدوم باید استفاده کنم دا این از این حالا برای بررسی بیشتر تو اسلاید های بعدی هم ممکنه به این موارد دوباره رجوع کنیم. سوال سوم، اوکولاردا یا بانجی اورنجی کنتنجان ناسل؟ یعنی چی؟ یعنی توی دانشگاه ظرفیت دانشجوی خارجی به چه صورت هستش؟ کنتنجان یعنی چی؟ به معنی این هستش که مثلا یک دانشگاهی هست که ظرفیتی رو برای یک رشته باز میکنه اون رشته برای افراد مقیم ترکیه یه ظرفیتی داره مثلا 100 نفر ولی برای یابانجی و رنجی یعنی دانشجوهای خارجی ظرفیتش فرق میکنه پس حتما باید اینا رو از سایت چک بکنیم گنل کنتنجان و یابانچه کنتنجان ایکی فارکلی کنتنجان در و اکولا گره دیشکلی گستریو یعنی چی؟ یعنی اینکه ظرفیت عمومی و ظرفیت خارجی دو تا ظرفیت مختلف هستن فارکل به معنی تفاوت داشتن هستش از فرق داشتن میاد و اوکولا یعنی چی؟ یعنی مطابق با دانشگاه دیشیکلیک گستریور گسترمک به معنی نشان دادن هست که توی این قسمت با دیشکلی که اومده به معنی اینکه متفاوت هستن و با هم فرق میکنن دارای فرق هستن معنی میشه سوال بعد ترکیه نین این ای بهش اکولون سایین. ساین این ای این چجوری اومده این چی هستش به معنی ترینه یعنی صفات عالی هست همیشه بعد از ان قید یا صفت قرار میگیره مثلا این کوچوک این گزل اینا همش صفات عالی هستش که به معنی کوچکترین قشنگترین و این ای اینجا به معنی خوبترین هستش پس میاد میگه پنج تا دا از دانشگاه های خوب ترکیه رو ساین نام ببرین که اینها مثال هایی که از یه سایت معتبر ترکی نوشته شده اشاره کنیم به اورتا دو تکنیک یونیورسیتس که حرف اختصاری که میشناسن رو من جلوش نوشتم دانشگاه فنی خاورمیانه هستش و توی آنکاراس و زبانش انگلیسیه دومی استانبول تکنیک یونیورسیتس که این سومین دانشگاه فنی قدیمی دنیاست کوچ که خصوصی هست کنکور نداره بیلکنت آن کارا هست و خصوصی و یه جای غیر انتفاعی هست. پنجمی بازی چی که دولتی یکی از بهترین هاست. سوال آخر. هانگی ای کازاندنز. فرض کنید از دوستتون یا یک شخصی میخواد از شما بپرسه که شما تو کدوم دانشگاه قبول شدین؟ از فعل کازاندنز میتونه استفاده بکنه که از شما بپرسه کدوم دانشگاه قبول شدین. هانگی به معنی کدام هستش یونیورسیتی که به معنی همون دانشگاه هستش و کازاندنوس به معنی برنده شدن یا قبول شدن هست حالا هر دانشگاهی که قبول شدین یا میتونید نام ببرید رو میتونید اعلام کنید که به طور مثال سابانجی یونیورسیتی خب بریم برای بخش دوم از فصل اول دوستان توی همین قسمت میتونید برای بهتر حفظ شدن لغات برای هر فصل این ویدیو از روش انکبوتی مثلا برای حفظ لغات استفاده کنید به طور مثال فصل اول بود در مورد چی بود؟ در مورد دانشگاه درسته؟ پس کلمه دانشگاه رو وسط صفحه بنویسید و هر کلمه ای که شما رو به یاد دانشگاه میندازه دور تا دور این کلمه بنویسید و بهش وصل کنید اینجوری بهتر به خاطر میسپارید کلمه اول بلوم به معنی رشته، بخش یا قسمت. برانش برانش رو خیلی توی اصطلاحات دانشگاهی استفاده می کنن و به معنی شاخه تحصیلی هست. فاکولته به معنی دانشکده. همشیر لیک به معنی پرستاری که یکی از رشته های دانشگاهی هست. تیپ به معنی پزشکی هستش یعنی رشته های پزشکی از این کلمه خیلی توش استفاده میشه سالک بلوملر سالک بلوملری فاکولتسی سالک بلوملر بچا به معنی این هستش که بخش های سلامتی بخش های بهداشت یا رشته های سلامتی از این کلمه استفاده میشه که در انتها میتونیم یک مثال بزنیم سالک بلیملری فاکلتسی یعنی چی یعنی دانشکده علوم بهداشت یونتیم به معنی مدیریت هستش که خب باز یکی از رشته‌های دانشگاهی هست یونتین بیلیم لری فاکلتسی، باز این هم به معنی دانشکده علوم مدیریت هستش کلمه بعد حقوق فاکولتسی این هم به معنی دانشکده حقوق هست تکنیک فاکولتسی این هم به معنی دانشکده فنی هست مهندس یعنی مهندسی یکی از رشته های دانشگاهی هست مجدداً. میمارلیک میمارلیک فاکولتسی. دانشکده معماری اکنومی اکنومی یونیورسیتسی یعنی دانشکده اقتصاد اکنومی میشه اقتصاد ماتماتیک به معنی ریاضیات پیاسا به معنی بازار بازارهای رشته تحصیلی مد نظر هستش که حالا مکالمهش رو توی اسلایت های بعد با هم دیگه یاد میگیریم بریم برای مکالمه سوال اول بازی چی اونیورسیت تیپ بلومی وارمه یعنی چی؟ یعنی در دانشگاه بوازی چی؟ بخش های پزشکی یا همون رشته های پزشکی وجود داره هستش در جواب میتونیم این رو بشنویم یا بگیم هایر سالیک بلوملر با اکولدا موجود دیل در. یعنی چی؟ یعنی خیر رشته های همین بهداشتی یا بخش های پزشکی در این دانشگاه موجود نیست خب سال دوم بن مهندسلی فاکولتسینده ایم سنم نه. این یعنی چی یعنی اینکه مثلا هر موقع خواستیم بگین که حالا توی این دانشگاه دارم تحصیل میکنم یا توی این دانشگاه هستم یا رشتم این هستش میتونید از این جمله استفاده بکنید یعنی چی یعنی من توی حالا دانشکده مهندسی هستم سنم برانشن نه داره میپرسه که شاخه تحصیل تو چیه یا رشته تو چی هستش در جواب میتونیم بگیم بند سوسیال فاکولتسیندن آوکالیک ارنجیسیم یا بند میمارلیک ارنجیسیم هر موقع خودتون رو معرفی کنید یا بگین که چه رشته ای رو دارین میخونید حالا چه درسی هستش میتونید از این جمله هم استفاده کنید من میمارلیک اورنجی سیم میتونید بره میمارلیک هر چیز دیگه ای رو بذارید من دانشجوی معماری هستم مثلا من دانشجوی اقتصاد هستم هر چیز دیگه ای رو میتونید اینجا از این جمله استفاده بکنید یا نه برگردین از فاکولتتون بگین از دانشکده ای که داری تحصیل میکنید بگین و بعد هم رشتتون رو بگین این چی میگه من در دانشکده علوم اجتماعی دارم وکالت میخونم آوکال کاتولیک خب، اینجا یه قضیه ای هستش که اینجا رو نگاه کنید این د یا دایی که اینجا هست یونیورسیته د یا اوکولدا اینا جزء مواردی بود که تو بخش اول ما خوندیم و پسوند در بود یعنی در دانشگاه دوباره در دانشگاه که گفتیم از چه طریقی ما این رو انتخاب می کردیم حالا اینجا رو نگاه بکنید فاکولتسین دن این دنه چیه ما چهار تا پسوند از داریم اینجا میخوایم پسوند از رو با هم مرور بکنیم دقیقا روالش مثل پسوند در بود که توی بخش اول خوندیمش نگاه بکنید دان و دن تان و تن باز اگر کلمه ای ما آخری حرفی که داره جز این موارد باشه که بهش میگن چسب تایی کفش چه سه پته ه که فشه باشه از تان و تن اگر جز این موارد نباشه از دان و دن استفاده میکنیم این تا اینجای کار حالا چه زمانی از تان چه زمانی از تن یا چه زمانی از دان چه زمانی از دن استفاده می کنیم مربوط به نکته بعدی می شود که اینجا کالن بهش می گفتیم. اگر آخرین حرف صدادار اون کلمه جز موارد اینجا باشه یعنی جز این موارد باشه آخرین حرف صدادارش یکی از اینها باشه از اون پسوندی استفاده می کنیم که خودش هم جز زیرگروه اینها باشه ببینید ای داره اینم ت یا استفاده کردنش رو که ما اینجا میفهمیم ولی اینکه تان باشه یا تن باشه رو از این قسمت میفهمیم اگر برای کالن هم بخوایم بگیم همینطوره پس آخرین حرف صدادارش رو نگاه میکنیم اگه جزء مواردی باشه که کالن محسوب میشه و یکی از این حروف باشه آخرین حرف صدادارش پس من پسفندی رو انتخاب میکنم که خودش هم جزء این موارد باشه یعنی آ داشته باشه دوباره اینکه دانش رو انتخاب کنم یا تانش رو انتخاب بکنم بستگی داشت به نکته قبلیش به طور مثال مترو رو چی میگیم؟ میخوایم بگیم از مترو پیاده شدم. چی میگیم؟ مترو دان ایندم. مترو دان چرا آخرش او هستش؟ او جز این موارد نیست. پس من پسوند ددار رو انتخاب میکنم و چون او هست و اوش نقطه دار نیست، پس دان رو انتخاب میکنم. میشه مترو دان. ایش چطور ایش یکم فرق میکنه دقت بکنین آخرش چیه شه شه جز این موارد بله هست پس پس فند من باید ت داشته باشه حالا بین این دوتا کدوم انتخاب میکنم آخرین حرف صدادارش رو نگاه میکنم آی هست آی نقطه داره پس میادیم اینجا خب قرار بود ت انتخاب بکنم دیگه پس این میشه تن ایش تن اف چی میشه؟ اف معنی خونه ایش هم که به معنی کار بود هم همینطور اف دوباره میایم نگاه میکنیم آخرین حرف صدادارش جز این موارد نیست پس من از این تان و تن استفاده نمی کنم می دونم که یکی از این دوتاست حالا کدومه؟ آخرین حرف صدا دارش ای هستش پس از دن استفاده می کنم اف دن سوال سوم سیزج ایشلتم بلومونون پیاساس ناصل؟ یعنی چی؟ به نظر شما سیزج میشه به نظر شما به نظر من چی میشه؟ میشه بنجه به نظر تو چی میشه؟ سنجه خب میگه به نظر شما رشته های مدیریت یا حالا میگن مدیریت بازرگانی ایشلتمه بازار کارش به چه صورت پیاسا همون به معنی بازار هستش پس بازار مدیریت بازرگانی یا بازار بخش های مدیریتی به چه صورت هستش در جواب میتونیم بگیم که بنجه گلجکتک یوزل ایش امکانلار رو یعنی چی؟ به نظر من در آینده گلجکت گوزل ایش امکانلار رو یعنی چی؟ یعنی فرصت های چون جمع هستی که فرصت های کاری خوبی گذر به گذر به قشنگ زیبا خوب معنی میشه اولا جاکتر در آینده فرصت های شغلی خوبی پیش میاد و به وجود میاد سال بعدی بوالاندا هنگی درس لروار در یعنی چی؟ یعنی توی این زمینه چه درس هایی هست؟ بوالاندا یعنی در این زمینه دوباره این دار رو نگاه بکنین یعنی در این زمینه هانگی کدوم یا چه درسهایی هست هانگی خودش جمله رو سوالی کرده آلاندا ماتماتیک چوک اونملی دیر بو آلاندا ماتماتیک چوک اونملی خب این یعنی چی یعنی در این زمینه دوباره اینو که خوندیم به معنی ریاضیات هستش چوک اونملی دیر یعنی چی یعنی خیلی مهم هستش اونملی دیر اون خودش به معنی مهم هست این از این. حالا اینجا رو یه نگاه بکنیم با هم دیگه. اولا جاکتر فعل آینده است. یعنی این جمله کاملا آینده رو داره اعلام میکنه. آینده چجوری ساخته میشه؟ یه گذر ریزی داشته باشیم. فعلمون حالا به صورت ایلم یعنی مستری که وجود داره اولماک بوده دیگه در است خب ماک و مک اصولا از مسترها که حذف بشن ما تازه میتونیم بهش پسوند یا حالا زمان بهش وصف بکنیم که بتونیم اون فل رو در است صرف بکنیم اولاجاک تر چطوری شده؟ همون ریشه فعل ما که اول هستش به اضافه آجاک و اجکت باید بشه آجاک یا اجک یکی از این دوتا که اینا تشخیصش اینکه کدوم رو انتخاب بکنیم بسته به همون قضیه اینجکالن داره درسته خب این چون قضیه این هستش که اوی که داره نقطه دار نیست پس کالنه پس از پسوندی که جز موارد کالن محسوب میشه استفاده میکنیم آجاک پس آجاک یا اجک پسوند آینده ساز ما هستش فعلمون رو آینده میکنه این. این تیر آخرش هم به معنی این هستش که فعل روی یه تکمیل میکنه معنی خاصی نداره فقط برای تکمیل اون فعله میاد مثلا میخوایم بگیم که این هستش یا این هست به اون معنیه بریم برای بخش سوم از فصل اول که مربوط به شهریه دانشگاه هست و چند تا لغت رو در این خصوص یاد بگیریم کلمه اول اجرت به معنی هزینه یک کلمه دیگه ای هم به معنی هزینه هست هارج به معنی هزینه است اما یه فرقی دارن که توی اسلاید بعد من حتما این مورد رو اطلاع میدم پارا که به معنی پول هستش ادمک به معنی پرداخت کردن یعنی پرداخت قبوز پرداخت حالا هزینه اصولا با همین فعل استفاده میشه تاهمن به معنی تخمین زدن یوکسک به معنی بالا یا زیاد هستش مثلا میخوایم بگیم صدای زیاد یا صدای بالا میشه یوکسکسس آزالت مایک به معنی کم کردن کلا کلمه ای هست که برای کاهش ازش استفاده میشه اورتا به معنی بین وسط اما تو هزینه ها استفاده میشه که حالا از خود این کلمه از دل این کلمه کلمه میانگین هم استفاده میشه که میانگین میشه اورتالاما کلمه بعدی یوز یا بین هستش اینا توی اعداد استفاده میشن مثلا بخواید یه عددی رو ببینید یا شهری دانشگاهتون رو ببینید اصولا یوز یا بین رو میبینید حتما مثلا میخوایم بگیم دیویست چی میگیم دیویست تله میشه ایکی یوز بیر ایکی بیر که میشه یک ایکی میشه دو پس میشه ایکی یوز یا میخوایم بگیم دو هزار لیر درسته دو هزار چی میشه دوباره یه دو میذارم قبل بین بین نت هم به معنی دقیق هستش که محاسبات مالی اصولا از این کلمه هم استفاده میکنن بریم برای مکالمه سوال اول ترکیه ده یونیورسیت اجرتلری ناسلدر یعنی چی یعنی در ترکیه هزینه های دانشگاهی به چه صورت هستش یا هزینه دانشگاه در ترکیه به چه صورت هستش در جواب نت بیشه یک. اما دولت اونیورسیتلر 23000 تل دن باشلایان و 15000 تل یک قدر یک سله بلیر واقف دولت و ازل اونیورسیتلرین ارتلاماسه یعنی چی؟ یعنی چیز مشخصی وجود نداره این میشه مشخص بیرشه یعنی یک چیز مشخص نیست یکمانیه نیست اما دانشگاه های دولتی دو الاسه هزار تله شروع میشه یعنی از دو هزار یا سه هزار تله شروع میشه این دنی که اینجا میبینید به معنی از کرده دیگه پس شروع این هزینه از دو سه هزار بین تله است و این کاداری که اینجا به معنی تا هستش یعنی تا 15 بین تله کادار یوکسل بیلر یعنی چی؟ یعنی تا پونزه هزار تله هم ممکنه که زیاد بشه میتونه که زیاد بشه یا افزایش پیدا بکنه اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه هزینه های دانشگاه های وقف شده یا وقفی یه چیزی بینه. هزینه دانشگاه دولتی و خصوصیه دولتی ها که خب هزینهش خیلی خیلی کمتره او زلم که به معنی دانشگاه خصوصی هستش هزینهش خیلی خیلی بیشتره میگه که دانشگاه های وقف شده یه چیزی بینشه یعنی میانگینشه که این کلمه میانگین رو هم تو اسلاید قبل یاد گرفتیم اینجا میخوایم به یه چیزی اشاره بکنیم چی گفته اینجا بین اون بش بین یکسله داشته باشین میخواد بگی از فلان چیز تا فلان چیز زیاد میشه ممکنه که زیاد بشه ما اول یه پسوندی رو یاد بگیریم اینجا یعنی یه مروری بکنیم در اصل پسوند به هستش پسوند به هم چهار تاست دقت بکنید دوستان پسوند ب هم چهارتاست تاست مثل پسوند از مثل پسوند در خب پسوند به اینه آ یا ی چجوری خونده میشه مثلا میخوام بگم به ایران چی میگم میگم ایرانا چرا این آیه دوباره از کجا پیدا شد من از کجا تشخیص دادم که آ رو بذارم چرا یا نذاشتم اینا برای وقتیه که آخرین حرف اون کلمه صدادار باشه یا نه اگر صدادار باشه ما از این دوتا استفاده میکنیم یعنی یکی از این دوتا اگر صدادار نباشه از یکی از این دوتا استفاده میکنیم دوباره اینکه حالا از کدوم از این دوتا استفاده بکنیم هم برمیگرده به قضیه اینجکالنی کالونی که حالا تکرار شد قبلا تو اسلایت های قبل مثلا ایران آخرش چیه؟ آخرش ان هستش درسته؟ این انی ای که اینجاست جز مواردی هستش که صدادار نیست طبیعتا پس من خیلی راحت میتونم یکی از این دوتا رو انتخاب کنم حالا رو ایران آخرین حرف صدادارش چیه کالن هستش پس من پسوندی که خودش کالن هست رو انتخاب میکنم میشه ایرانا یعنی به ایران او چطور او هم آخرین حرفه که من دارم اینجا نگاه میکنم وی ای که اینجا داره صدادار نیست طبیعتاً پس من از این دوتا استفاده نمیکنم اینو خط میخوره. کدوم حالا انتخاب کنم بین این دوتا دوباره چون این کلمه آخرین حرف صدادارش ای هستش جز موارد اینجه محسوب میشه پس من پسوندی رو انتخاب میکنم که خودش ای باشه یا در اصل اینجه باشه حالا این سینما رو نگاه بکنین آخرین حرف صداداری که داریم میبینیم آه هی. یعنی اصلا کلمش با حرف صدادار تموم میشه من دوباره نمیتونم آ بذارم کنارش سینما اینجوری هم بگم طبیعتا پس از این یکی از این دوتا استفاده میکنم دوباره کدوم انتخاب بکنم بستگی به کالون یا اینجا بودنش داره این چون آخرین حرف صدا دارش آ هستش پس کالون با این پسوند استفاده اش میشه سینمایا کافه هم همینطور میشه کافه درسته پس تا اینجا پسوند ب رو هم یاد گرفتیم با هم دیگه حالا میخوایم بگیم از فلان چیز تا فلان چیز مثلا میخوام بگم که از ساعت یک تا ساعت دو داشتم درس میخوندم اینو چجوری میگم پسوندی که ما میخوایم اینجا یاد بگیریم پسوند نیست میخوایم جمله بندی رو یاد بگیریم اینه که اول مثلا میخوام بگم از ساعت یک تا ساعت سه داشتم درس میخوندم درسته پس یک میاد اینجا سه میره اینجا چه جوری شد حالا اول پسوند از رو استفاده میکنیم میخوایم بگیم از یک تا سه درسته پس اینجا یکی از اینا رو انتخاب میکنیم دان و دن، تان و تن یکی از اینا رو به اون کلمه اولمون میچسبونیم دومیش چیه دوباره میخوام کلمه دومم بذارم خب این بار دوباره از نمیخوام بگم میگم از فلان چیز تا فلان چیز طول کشیده بخوام تا رو بگم اینجا باید این عبارت رو کامل استفاده کنم یعنی چی یکی از پسوندهای ب رو انتخاب میکنم که اینجا بود آ یا یکی از اینا به اضافه کادار مثلا بیردن بیر میشه یک دیگه بیردن به کادار از ساعت یک تا پنج داشتم درس میخوندم بیردن به شکادار یا به صورت مثالی که من اینجا آوردم تهران دان مشهده کادار مثلا از تهران تا مشهد و من داشتم رانندگی میکردم یه هزار کیلومتر رو پس اول پس دان و دن یکی رو انتخاب کردم و بعد هم اومدم یکی از اینا رو برای کلمه دوم انتخاب کردم که حالا اینکه کدوم رو انتخاب کنم قبلش توضیح دادیم ما هم دیگه یاد گرفتیم و کلمه کادار که جملمون رو کامل میکنه در این خصوص خب میخوایم یه سوالی بپرسیم که مثلا دانشگاه بازیچی برای فلان رشته سالانه چقدر شهریه میگیره؟ چیزی که حالا شاید توی سایت ها هم ببینید نوع شهریه هزینه رو میزنن اصولا یا حالا جزئیات پرداخت شهریه رو تو سایت های دانشگاهی اینا رو ثبت میکنن ممکن این کلمات رو ببینین یا بخواین از کسی بپرسین به هر حال یا بشنوین بریم برای سوال بوازیچی اونیورسیتده ایشلتم بلومون اجرتی یلک نکادار یعنی این که در دانشگاه چی ایشلتم بلومون اجرتی یلک نکادار یلک یعنی سالانه کلمه ای که شما توی پرداخت شهریه یا تو سایت دانشگاهیتون میبینید یا به هر حال میشنوین چون پرداختتون یلک هستش میگه در دانشگاه بوازیچی رشته مدیریت و کسب و کار هزینش سالانه نکادار چقدر میشه؟ تخمینی اولارک اون اونیکی بین تله. یعنی حالا تخمین میزنیم که حدودا 10 تا 12 هزار تله باشه. حالا میخوایم بگیم که این پرداخت رو چجوری باید انجام بدیم؟ در این صورت یه نوع از تیپ سال هایی که میشه پرسید اینه. اونیورسیته هارج اودمیسینی ناس یا پیوروز؟ یعنی چی؟ به این معنی هستش که به چه صورت ما میتونیم پرداخت هزینه دانشگاه رو انجام بدیم یا پیوروز چطور میتونیم انجام بدیم اینجا کلمه هارج که میبینید درسته به معنی هزینه است اجرت هم به معنی هزینه بود کلمه که اینجا هست اما دوستان یه مسئله که هست خود کلمه هارج برای مبالغ دولتی اداره مثلا گچ مهاجرت دانشگاه هزینههایی که دارید به صورت دولتی پرداخت میکنید هارج خیلی کلمه ای که بیشتر از اجرت استفاده میشه مثلا اگه بخوایم درصدی در نظر بگیریم توی حالا مکالماتی که توی ترکیه رواج هست هارج 60 درصد استفاده میشه اما اجرت حدودا 40 درصد استفاده میشه البته جابجا جا هم بگین هیچ فرقی نمیکنه اینجور نیستش که اشتباه باشه اما روال کلی شما عرض کردم خدمتون یه جور دیگه هم پس میتونیم جملمون رو بگیم دیگه مثلا یونیورسیته اجرتینی ناسیلیا هزینه دانشگاه چطور میتونیم پرداخت کنیم یا نه بگیم که یونیورسیته اجرتینی ناسیل ادیوروز ادمک هم که به معنی پرداخت کردن فعلیه که برای پرداخت شهری و هزینه استفاده میشه اینم میتونید بگید یا نه ناسی یا پیروز چطور میتونیم انجام بدیم یونیورسیتن یعنی این و یا آتم یا یعنی اینکه از سایت دانشگاه و یا از طریق ATM ایم یول به معنی راه هستش که اینجا به معنی از طریقه هم معنی میشه حالا اگه هزینه دانشگاه زیاد باشه یا بخواد یک گزارشی بگین به یک کسی توضیح بدین یا تعریف کنین شرایطتون رو میتونید از این جمله هم استفاده بکنین هارجلو بانا چوک گلیو نیا یعنی که خرج دانشگاه یا اون هزینه دانشگاه برای من چک گلیور خیلی زیاده چی کار میتونم بکنم نیا پابلیرم؟ مالسف باشگاه یولو متاسفانه راه دیگه ای وجود نداره باشگاه به معنی دیگه هست مالسف به معنی متاسفانه هست اگه برای قسمت بعدی آماده هستین که ها دیگه دلیم